حاشیه های یورو 2020، چرا کریستین اریکسن در زمان بازی از خوش رفت؟ علت بیهوشی او چی میتواند باشد؟ این بار خدمت فوتبال دوستان سلام ویژه دارم. بدون شک شما در جریان بازی های یورو 2020 قرار دارید. این بازی ها برای هر فوتبال دوستی از اهمیت بالایی برخوردار است. اما جدا از نتیجه بازی هایی که تا کنون انجام شده، بزرگترین حاشیه ای که این رقابت ها را به خود پیچانده، بیهوش شدن کریستین اریکسن، هافبک تیم ملی دانمارک در جریان بازی با فنلند از گروه بی این بازی ها. متاسفانه باید بگویم که در دنیای حرفه ای ورزش ها هماره ورزشکاران در معرض چنین اتفاق های ناگوار قرار گرفتند و گاه هم هیولای نامرئی است قلبی ورزشکار را برای همیشه از این دنیا کوچانده است. به طور نمونه از دیوید آریانو، فوتبالیست اهل شیلی، البر اوبوسا بوجونگو، بازیکن فوتبال اهل کامرون، باب بینسون، فوتبالیست انگلستانی و چندین بازیکن تنها در تاریخ فوتبال را میتوان نام برد که در زمان بازی دچار حمله قلبی شده از دنیا رفتند. حمله قلبی کریستین اریکسن یکی از حاشیه های شوک‌آور یورو 2020 تا کنون است که در دقیقه های پایانی نیمه نخست به زمین افتاد. او که با رسیدگی به موقع کادر پزشکی نجات یافت، اما یوفا تصمیم گرفت بازی را موقتاً به تعلیق درآورد و چند ساعت بعد آن را از سر بگیرد. مهمترین پرسشی که برای ورزش دوستان به ویژه هواداران فوتبال پیش آمده این است که علت بیهوشی اریکسن چی بوده است؟ بسیاری از فعالان فضای مجازی تصویر را منتشر کردند که اریکسن روز 21 مه، یعنی 25 روز قبل از بازی، از خود در حال مصرف یک نوشیدنی انرژیزای دانمارکی پخش کرده بود. گفته می شود این نوشیدنی ها برای کسانی که در مصرف آن زیاده روی می کنند مشکلات جدی به وجود می آورد و افزایش ضربان قلب و بیخوابی از مهمترین عارضه های آن است. ریچارد تیل، پزشکی که متخصص سیستم الکتریکی قلب است، در گفتگو با روزنامه انگلیسی ایندیپندنت چند احتمال را در خصوص علت بیهوشی اریکسن مطرح کرده است. با گفته او، این مسئله می تواند ناشی از اختلال در عملکرد الکتریکی سیگنال هایی باشد که باعث می شود قسمت های مختلف قلب خون را پمپاش کند. این اختلال منجر به کاهش جریان خون به قلب و بیهوشی فرد مصدوم می شود. تیل افزود، مشکل اریکسن می تواند ناشی از یک مشکل ژنتیکی به نام سندروم کیوتی نیز باشد که بر مکانیزم ضربان قلب اثر می گذارد. حتی ممکن است او به صورت مادرزادی از یک مشکل قلبی رنج ببرد و متأسفانه متوجه آن نشده باشد. او احتمال بیماری ماهیچه قلب را هم یادآوری کرد و از آن داشت که ممکن است اریکسن به بیماری ماهیچه قلبی نیز دچار بوده است. به گفته او، این بیماری باعث افزایش قطر عضله ها و اخلال در پمپاژ خون می شود. بعد از این حمله شوک‌آور، شمار زیاد از چهره های ورزشی جهان، به خصوص دنیای فوتبال، از اریکسن حمایت کردند و برای او آرزوی سلامتی کردند. و هم می دهند. The Russians have their hands in the air. Chris, I love you. Decimo minuto. You know, his family, his kids, his girlfriend, his parents, sister, you know, his, and, you know, also, you know, my team, you know, we spend